لیورپول یکی از بالهای خوب خودش سعودی مانه رو از دست داده و الان راهی بایرن شده. اما خب این باشگاه دست روی دست نذاشته و یه ستاره جدید رو آوردن، داروین نونیز. اما خب آیا میدونستین این ستاره با اینکه به باشگاه لیورپول رسیده، اما خب یه زمانی نزدیک بود از فوتبال انصراف بده؟ من حامدم و اینجا کانال ورزش هاب و توی این ویدیو رفتیم سراغ حقیقت‌های جالبی که در مورد داروین نونیز نمیدونستین. لطفاً لایک ویدیو، سابسکرایب کانال و همینطور فالو کردن پیج اینستاگرام ورزش هاب رو هم یادتون نره تا از ویدیوهای ورزشی بیشتری بهره مند بشید. خوب میریم سراغ مورد اول، اسمهای مستعار. به داروین نونیز دو تا اسم مستعار دادن که خودش یکی از اونها رو خیلی بیشتر دوست داره. خود او اعتراف کرده که دوست داره پیچون صداش کنن که یه جورایی معنیش میشه بچه کفتر که خیلی باحاله. این یه اسم مستعار خیلی متداول برای نوجوانها در آمریکای جنوبی هست و او هم اونقدر سنی نداره و تازه داره 23 ساله میشه. حالا بریم سراغ اسم مستعار دومش که خود او زیاد دوستش نداره، فالکو، که ترجمهش میشه لاغر مردنی. نونیز در اولای کارش خیلی لاغر بود و خیلی خیلی روی خودش کار کرد تا یه ذره جون گرفت و امیدواریم توی لیورپول حسابی بهتر کنه. تیم مورد علاقه. فوتبال دوستای اهل اوروگوئه الان خیلی افتخار میکنن چون یک بازیکن تراز اول دیگه توی یکی از تیم‌های خوب دنیا دارن. اوروگوئه‌ها طرفدار رئال مادریدن چون فردریکو والورده اونجا بازی میکنه، طرفدار بارسلونا هستن چون لوئیس سوارز اونجا بازی میکرد و الان هم طرفدار لیورپولن به خاطر نونیز. اما خب خود نونیز از بچگی طرفدار یک باشگاه بوده. اگرچه او باشگاه‌های آلمریا و بنفیکا رو خیلی دوست داره، اما خب عشق اولش باشگاه اوروگوئه‌ای پنیارول هست. داروین اولین قدم‌های خودش در دنیای فوتبال رو در این باشگاه برداشت و وقتی هم که داشت از این باشگاه به آلمریا میرفت، یک خداحافظی بسیار احساسی کرد و گفت: امیدوارم یه روزی دوباره بتونم پیراهن پنیارول رو بپوشم به خاطر اینکه این باشگاه عشق زندگیمه. داروین توی کمتر از 3 سال موفق شد با باشگاه پنیارول 6 تا جام رو ببره که حسابی اسم او رو سر زبون‌ها انداخت و برای همین هم هست که او انقدر این باشگاه رو دوست داره. الگوها. نونیز اهل اوروگوئه هست و برای همین الگوهای او در زمان بزرگ شدن ستاره های اوروگوئه‌ای بودند. بازیکن‌هایی مثل لوئیس سوارز، دیگو فولان و ادینسون کاوانی، اما خب کاوانی برای او در جایگاه اوله. از طرف دیگه اما داروین گفته اگرچه کاوانی رو خیلی دوست داره، اما خب زیاد شبیه هم دیگه نیستن و سبک بازیشون با هم دیگه فرق داره. بعد از اینکه داروین حرفه‌ای شد و به اروپا رفت، در اونجا با بازیکن‌های محکم‌تری روبرو شد و باعث شد که حسابی پیشرفت کنه. وقتی هم که از او پرسیدن کدوم بازیکن بیشتر از همه دیوونت کرده، بدون فکر کردن جواب داد: لیونل مسی. عشق به خانواده. نونیز بچگی آسونی نداشته. مادر او از خیابونها بطری پلاستیکی جمع می‌کرده و پدرش تمام روز رو توی کارهای ساختمونی مشغول بوده. او در شهری به نام آرتیکاس در اوروگوئه بزرگ شده و گفت زندگی انقدر سخت بوده که بعضی وقتا با شکم گرسنه میخوابیده. خود او گفته: من گرسنه خوابیدم، اما کسی که بیشتر از همه گرسنه خوابیده مادرم بوده. او اغلب مجبور بود که به خاطر سیر کردن ما گرسنه بخوابه. حتی وقتی که او به همراه برادرش در آکادمی پنیارول بازی میکرد، اوضاع برای داروین خوب پیش نمیرفت. برای همینم او تصمیم گرفت فوتبال رو ول کنه و به خونه برگرده و به خانواده کمک کنه. اما خب برادر بزرگتر او جونیور فداکاری کرد و بهش گفت که خودش فوتبال رو کنار میذاره تا هم به خانواده کمک کنه و هم داروین بتونه فوتبالش رو ادامه بده. اگرچه داروین به خاطر استعداد و تلاشش بالا رفته، اما خب کمک خانواده او هم واقعا نقش بزرگی توی پیشرفتش داشته. احتمال بازنشسته شدن بعد از فقط یک بازی. جدا از مشکلات مالی و خانوادگی، مصدومیت‌های بزرگی هم گریبان نونیز رو گرفتن. وقتی که او برای بار دوم برای تست دادن به آکادمی پنیارول رفته بود، در اون بازی مصدوم شد و با پای بسته برای 9 ماه به دور از میادین بود.
بعد از گذروندن این مدت او بالاخره دوباره به میدان برگشت، اما خب توی همون بازی اول باز هم مصدوم شد و بعدش هم روش یک جراحی زانو انجام داد و این دفعه 6 ماه از فوتبال دور بود. اگرچه نونیز خسته شده بود و میخواست تسلیم بشه، اما خب خانوادش او رو تشویق کردن. خانواده او انقدر به او روحیه دادن که او به راهش ادامه داد و این روحیه باعث شد که الان بتونه پیراهن لیورپول رو بتن کنه. رکوردها. اگرچه داروین الان فقط 22 سالشه، اما خب یک رکورد اروپایی داره. او بیشتر از هر بازیکن دیگه‌ای در تاریخ بنفیکا در لیگ قهرمانان گلزنی کرده. او در طول فصل 2021-2022 6 بار برای تیمش گل زده. تازه همه گل‌هاش هم در مقابل قهرمان‌های سابق چمپیونز لیگ بوده. او در مقابل بارسا، بایرن، آژاکس و تیم جدیدش لیورپول در هر دو بازی رفت و برگشت گلزنی کرده که واقعاً تحسین برانگیز هست و نشون میده که مرد بازی‌های بزرگه. گران قیمت‌ترین. این یک حقیقت جالب در مورد نونیزه، او با هر ترانسفر خودش رکورد شکنی کرده. وقتی که او از پنیارول به آلمریا رفت، حدود 8 میلیون یورو برای آلمریا خرج برداشت که گرونترین ترانسفر تاریخ این باشگاه بود. یک سال بعد بنفیکا او رو به مبلغ 25 میلیون یورو خرید که اون هم یک رکورد خرید برای لیگ دست دو اسپانیا بود. الان هم لیورپول 75 میلیون یورو برای او پرداخت کرده، به علاوه 25 میلیون یورو خرجای دیگه که واقعاً مبلغ زیادیه. این هم او رو تبدیل به یک رکورد دیگه برای باشگاه میکنه. رکورد قبلی باشگاه 85 میلیونی بود که برای ونداک دادن. تازه داروین الان با پشت سر گذاشتن لوئیس سوارز تبدیل به گرونترین بازیکن اوروگوئه شده که برای یک بچه که شبها با شکم گرسنه نمیخوابیده واقعا یک رویای بزرگه. رفتن به بارسلونا. آیا میدونستین که داروین نونیز بسیار به بارسایی شدن نزدیک بوده؟ کسی که اون رو به بارسلونا پیشنهاد داده بود کسی نبود جز لوئیس سوارز. سوارز از استعداد او با خبر بود و به باشگاه پیشنهاد داد تا او رو به بارسا بیارن. اما خب بارسلونا به خاطر مشکلات مالی نتونست جلو بیاد و بنفیکا این ستاره جوان رو قاپید. خب حالا بریم سراغ یک سری دیگه از حقیقت‌های جالب و کوتاه دیگه در مورد داروین. او فقط 5 دقیقه زمان لازم داشت تا برای تیم ملی اوروگوئه گل بزنه که واقعا رکورد خفنیه. حقیقت بعدی هم اینه که او پولی که توی آلمریا بهش دادن رو برای خانوادش یک خونه خرید که نشون میده چقدر خانوادش رو دوست داره و قدر اونها رو میدونه. خب نظر شما در مورد داروین نونیز چیه و به نظرتون آیندهش در لیورپول چگونه خواهد بود؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب چنل ورزش هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.